مارتین مکگینس، سیاستمدار نامدار و فرمانده سابق ارتش جمهوری خواه ایرلند، درگذشت. مکگینس در پی ابتلا به یک بیماری قلبی نادر در 66 سالگی چشم از جهان فرو بست. مکگینس در دهه 70 میلادی برای دفاع از حقوق اقلیت کاتولیک در ایرلند شمالی به ارتش جمهوری خواه ایرلند پیوست و به سرعت مراحل ترقی را در این جریان شبه نظامی طی کرد و فرمانده ارشد شد. او پس از سالها مبارزه مسلحانه پشت میز مذاکره نشست و در سال 1998 با امضای توافق صلح موسوم به پیمان جمعه نیک به بیش از 30 سال خشونت در ایرلند شمالی پایان داد. پسر یان پلسلی، وزیر اول پیشین ایرلند شمالی، پیچیدگی شخصیت مکگینس را این گونه توضیح می‌دهد. از یک سو او به یک معنی پدرخوانده شبه نظامیان ارتش جمهوری خواه ایرلند است و از سوی دیگر همانطور که رهبر حزب ما گفته بود، مهمترین چهره دولت ایرلند شمالی و مؤثرترین فردی که مذاکرات صلح را پیش برد. مکگینس در ماه می 2007 معاون وزیر اول ایرلند شمالی، یعنی یان پیسلی شد. یان پیسلی که رهبر پروتستان های ایرلند بود و سالها مهمترین دشمن جریان جمهوری خواه و کاتولیک به شمار می رفت. مکگینس در جوان سال 2012 در حرکتی نمادین با ملکه بریتانیا دیدار کرد تا برگی دیگر از تاریخ مناسبات دشمنان چند ده سال رقم خورد. نگرش و منش سیاسی مارتین مکگینس همواره بحث برانگیز بوده، اما در این هم تردیدی نیست که او یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های سیاسی ایرلند شمالی در قرن بیستم است.